با سلام خدمت همه شما خانم های عزیز، روز هستم با اولین قسمت از مجموعه KM Show. لباس امروز رو میخوام براتون توضیح بدم، ولی اولش شروع میکنیم با لحجه زیبای جسیکا که اسم این لباس رو میگه. Can you call it? روها کالیانته. و این لباس بسیار بسیار زیباست، برای زمستون مناسبه. این سری از لباس ها رو ما برای زمستون در نظر گرفتیم که به شما در واقع معرفی میکنیم. این لباس تو دو تا رنگ مشکی و قرمز هست. همونطوری که میبینین یه یقه خیلی دیپ وی داره، وی شکل داره و یه کمر میخوره که شما میتونین از پشت اون رو به شکل پاپیون ببندید. این کمربند به شما اجازه میده که این دیپ بودن این یقه رو اندازه کنید. اگه دلتون میخواد بیشتر و اگه دلتون میخواد کمتر. Can you turn please? همطور که میبینید این لباس از پشت بسیار قشنگ و زیبا هست، مثل همون شکلی که در واقع به زیبایی جلوی لباس، و یکی از مشخصاتش اینه که چون استرچ، you can turn again, thank you. یکی از مشخصاتش اینه که چون استرچ رو تمام گوشه زوایای بدن به خوبی میشینه و برای اونایی که هیکلای خیلی خوبی دارن بهترین آپشنه برای اینکه بدرخشید. اینو من از جسیکا خواهش میکنم که رنگ مشکیش رو هم تن بکنه و شما از نزدیک ببینینش. خب عزیزان، وقت اون رسیده که از جسیکای عزیز بخواییم ما رو به یک کتواک خیلی زیبا دعوت بکنه با این لباس بسیار زیبا. Can you please walk? Thank you so much. من شما رو دعوت میکنم به این که با من و جسیکا باشین با مشکی همین لباس. خب عزیزان، حالا اگه نوبتی هم باشه، نوبت یه لباس خیلی خیلی زیبا، لباسی برای مجالس مهمونی های خیلی خیلی مجلل زیبا. این لباس لباسیه که واقعا شبیه لباس های رد کارپت هستش و واقعا با کوالیتی خیلی عالی. شما اگه اون رو از نزدیک تاچ بکنین متوجه میشین. این لباس لمه براق هست به رنگ مسی و به اضافه چرم مشکی که کار شده. این چرم به حالت کمربند اومده و از روی پیرن رد شده که الان خیلی مدرن، و به دلیل اینکه این لباس در واقع جنسش لمه کشی هست، بسیار احساس راحتی بهتون میده و به دلیل اون چرمی که درش استفاده شده لباس مناسبی برای زمانهای سرد هستش. شما میتونید این لباس رو در مجلستون بپوشین و بدرخشین. از جسیکا میخوام که بچرخه تا شما پشت زیبای این لباس رو هم ببینین. Could you please turn? Thank you. بله، همطور که میبینید این لباس بسیار بسیار زیباست، چه از جلو چه از عقب، خیلی خیلی برش قشنگی داره. Can you please turn again? Thank you so much. و حالا کتواک زیبای جسیکا جان رو خواهیم دید. خب رسیدیم به قسمت سورپرایز برنامه. من امروز یه مهمون خیلی عزیزی دارم
ایشون یک آقای جوان و هنرمند هستن که من واقعا خوشحالم از این نیروهای جوان و با استعداد ایرانی که در هر کجای دنیا هستن و باعث میشن که نام کشورمون بالا بره. من بهشون تبریک میگم برای اینکه ایشون رو در واقع در این شرایط داریم و اینکه مهمون برنامه ما. عزیزی که امروز مهمون ما هستن، من میسپارم به خودشون که خودشون رو معرفی کنن چون سورپرایزه، ولی ما امروز میخوایم یه خود بیشتر در مورد دیزاین بدونیم، در مورد فشن بدونیم و من بهتون قول میدم که چیزای خیلی خوبی رو امروز با هم دیگه بتونیم مشارکت کنیم درش. میسپارم به خودشون که خودشون رو معرفی کنن. تکینی عیش هستم، 21 سالمه، دانشجوی رشته فشن دیزاین و تکنولوژی در RMIT ملبورن. مرسی ازتون برای دعوت به امروز. مرسی ازتون. مرسی بازم. خب تکیم جان، خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه دعوت من رو پذیرفتی و واقعا لطف کردی. ما دوست داریم که امروز یکم بیشتر در مورد دنیای آکادمیک فشن دیزاین بدونیم و علاقه‌مندیم که از صحبت‌های شما در واقع استفاده کنیم و همه بیننده های که امشو هم از این لذت ببرن که در واقع تو دنیای فشن داره چه اتفاقی میفته. بله، خب دنیای فشن امروز بیشتر داره سمت به نوآوری و مدرن بودن میره تا رو به شیک بودن و اصیل بودن. دیگه مثلا دوران ولنتینو و جیان باتیستا ولی تموم شده، مثلا جوجو آرمانی خودشو مدرن تر جلوه میده. بله، برندهای جدید از همین دانشگاه ظهور پیدا میکنن، مثلا دانشگاه لندن، دانشگاه نیویورک، دانشگاه ملبورن، فرانسه جدیدن خیلی تو کوتور درست حسابی دیگه خودش رو قوی کرده. بعد مثلا برندهای ردی تو ویر یا برندهایی که خیلی قابل پوشش هستن سعی میکنن از وسایل طبیعی تر، وسایل ساستینبل تر استفاده کنن که قابل بازیافت باشه. یعنی بیشتر مد داره رو به این میره، نه رو به لوک خوبی داشتن یا لوک خواستی داشتن. دیگه اون استایل دیگه تموم شده. بله. بله. خیلی هم عالی. این یکی از در واقع سوالای من بود. بله. واقعیتشو بخوای من خیلی برام جالبه که توی این مثلا کتواک‌ها یا فشن شوهای خیلی بزرگ و نامی و معروف مثلا شما میبینی که یه سری از یه دیزاینر میاد، یه دیزاینر خیلی معروف مدلاش میان برای کتواک و لباسا به حدی عجیب غریبه. بله. که واقعا من نمیدونم، واقعا این سوال منه، واقعا کسی اینا رو میخره توی جایی تنش بکنه یا فقط اینا برای دیزاینه یا اینکه فقط نشون بدن که این فن مثلا فناوری یا این خلاقیت در ذهن اونا هست؟ بله، خیلی از اینا فقط مثلا توی رانوی ها میبینیم. اگه بخوایم نمایشه کوتور یا مثلا دستی رو حساب بکنیم، اینا فقط برای اینکه یه داستانی رو تعریف کنن انقدر نمایش رو عجیب غریب جلوه میدن. حالا برای خیلی عجیب غریب نیست. بله. ولی اگه بخوایم جنرال بگیم، بله، یعنی برای اینه که مثلا بخواد برای دانش آموزا استادی بشه این موضوع، برای بقیه بیننده ها بیشتر مثلا روی موضوعی تاکید میکنن که بقیه برن در موردش تحقیق کنن. یعنی مثلا خیلی از این فشن‌های عجیب غریبی که ما میبینیم درسته با مثلا استایل مدرنی که ما الان زندگی میکنیم خیلی جور نیست. بله. ولی ممکنه که با چیزی که مثلا 100 سال پیش مد بوده مثلا تلفیق بشه با چیزی که مثلا 1000 سال پیش مد بوده. آه. یعنی یه همچین چیزی، یعنی چیزی که وجود داشت، چیزی نیست که مثلا از فضای هو بیاد ما ببینیمش او مای گاد چه عجیب غریب باشه. بله. یعنی اینکه در واقع اونها این لباس هایی که تو اون رانوی میان اینجوری نیستش که استفاده بشه بعدم بیرون. بله. کسی بخواد اون فقط، چون من همیشه این یه سوالی بود توی ذهنم و واقعا فکر میکردم که برای شما هم شاید جالب باشه یا شاید سوال شما عزیزان در واقع بیننده کی ام شو هم باشه که این لباس ها رو کی میخرید، کجا میپوشن، چون واقعا لباس های عجیب غریبی میشه. بله. ولی خب در این حال همیشه ما ایرانی ها خلاقیت هامون خب خیلی متفاوته و فکر میکنم به دلیل اون در واقع چارچوبه ذهنیمون. بله. همیشه دوست داریم شیک باشیم. بله. و همیشه دوست داریم نمبر وان یه جایی که میریم. بله. باشیم، توجه ها رو جلب کنیم. من فکر میکنم که چون اگر بیننده های عزیز علاقه من باشین میتونین تکین جان رو در واقع برید پیجش رو ببینید
دیزاین هایی که تحکیم جان انجام داده خیلی خیلی خاص بود. اون چیزی که باعث شد توجه منو جلب کرد این بود که ایشون چقدر قشنگ این مدرن بودن رو با شیک بودن تلفیق کرده و من خیلی خوشم اومد، به خصوص کتایی رو که شما دیزاین کرده بودین خیلی خوشم اومد. به نظرت تکین جان اگه کسی بخواد در واقع لباسا تو بدنش خیلی قشنگ تر دیده بشه با توجه به بادی شیپ های مختلفی که خود شما میدونی، حالا البته خوشحال میشم اگه یه کوتاهی هم در این مورد توضیح بدی، به نظر شما چجوری ما میتونیم اونو درست کنیم؟ مثلا خود من یه آدمی هم که شونه های پهنی دارم و خب خیلی سخته که همه جور لباسی به من نمیاد، یعنی من از بالاتن خب یه مقداری بزرگتر دیده میشم. خب حالا مثلا برفرض من بخوام این ایرادو بپوشونم، شما نظر شما چیه؟ چه لباس هایی رو باید دنبالش بچنم؟ کلا چیزی که من میام اینه که فقط دنبال استایلی باشین که نخواین ایمپرس کنین بقیه رو، فقط بخواین که خیلی تمیز جلوه بدین، از خودتون کم کنین، یعنی دنبال یه استایلی نباشین که خیلی سنگین شما رو جلوه بده. مثلا اگه شون دقیقاً اگه شونای پهنی دارین مثلا به این دنبال دقیقاً کاری که شما کردین، یقه بازتر، یقه ویتر، قدتون رو بیشتر مثلا بلندتر نشون میده، شونه ها رو یه کمی کوتاه‌تر، خوش‌فرم‌تر نشون میده در این حد. یا مثلا اگه صورت گردی دارین برین مثلا دنبال یقه کیپ، یقه اسکی، یقه انگلیسی. در کل فقط استایلی باشه که افرتلس، خیلی تو ماچ بنال، خیلی فشرده به نظر نمیاد. اگه بخوایم از طرف فارسیش بریم. بعد البته بازم بستگی داره، مثلا توی چیزی که ما میبینیم میدلیستی ها میبینن مثلا شیک بودن یه چیزیه که خیلی اصولیه، خیلی توی یه چارچوب منظمیه، دقیقاً خیلی رسمیه، ولی مثلا اینجا به خصوص مثلا آمریکا، استرالیا، حالا لندن که دیگه اصلا یه بحث دیگه است، ولی مثلا آمریکا و استرالیا که شبیه همن، استرالیا شیک‌تر ولی واقعا هست، اونا مثلا خیلی به شیک بودن اهمیتی نمیدن، فقط به اینکه فیت بشه لباس بهشون اهمیت میدن، یعنی اصلا شما نمیبینید مثلا قانونای استایلینگ رو خیلی مردم رعایت بکنن. بله. آره. خب با هم دیگه میریم عزیزان قسمت بعدی برنامه رو ببینیم، باشید با ما با KM Shop. خب عزیزان یکی دیگه از لباسای خیلی خوشگلی که واقعا برای خود من جزو اون لباسای جذاب هستن، میخوام براتون به تصویر بذارم، این لباس بسیار بسیار زیبا هستش که در دو رنگ مشکی و یاسی ما داریمش و این لباس بسیار راحت و از اونجایی که جنسش مخمل هست بسیار مناسبه برای فصل زمستون. این لباس از جنس مخمل کشی هست و همونجور که میبینین متنش در واقع یه تکسچر خاصی داره که خیلی خیلی هم زیباست و خیلی هم موده و همونطوری که میبینید روی در واقع شونه این لباس یه کار خیلی قشنگی شده با سنگ که این سنگ ها همه دست دوز هستن. یقه این لباس همینطور که میبینید یقه حالت یقه سه سانت اسکی هست ولی خب به شکل قشنگی با اون در واقع طراحی و دیزاین روی شونه تزئین شده و زیباتر شده. Can you turn please؟ همینطور که میبینید پشت این لباس هم بسیار زیبا، بسیار قشنگ و واقعا از هر لحاظ لباس زیبا و راحتی برای زمستون هست. And turn please. از همه شما عزیزان دعوت میکنم که این لباس رو توی کتوارک با جسیکا ببینید. خب عزیزان همون جوری که گفتم این لباس دو تا رنگ مشکی و یاسی بود و به دلیل اینکه شما در واقع یک دیدگاهی داشته باشید از اینکه مشکیش توی تن چه جوریه و چه شکلی دیده میشه، قطعا شما خانمای عزیز میدونین که رنگ مشکی همیشه آدمو خیلی جمع‌تر و سکسی‌تر و زیباتر نشون میده. حالا من خواستم که این رو شما به چشم هم ببینین و از جسیکا میخوام که برای شما با یک کتواک دیگه این لباس رو به شما به خوبی نشون بده.
دوستان با همدیگه اولین قسمت از مجموعه KM شو رو دیدیم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه و لذت برده باشین. در ضمن عزیزان اگر هر کدوم شما خواستید که این لباس رو سفارش بدین، هر کدوم از این لباس ها رو شما میتونید از طریق فیسبوک و اینستاگرام و وبسایت ما رو در جریان قرار بدین و ما قادر خواهیم بود که این لباس ها رو برای شما به سراسر استرالیا پست بکنیم. عزیزان ما منتظر هستیم برای اینکه هر نظر و کامنتی که شما دارید رو بشنویم. اونها برای ما خیلی ارزشمنده و از اونجایی که کاترین میبل علاقه‌منده که بهترین سرویس رو به مشتریای عزیزش بده، بنابراین ما رو خیلی خوشحال می‌کنید. تا برنامه بعدی شما رو به خدا می‌سپارم.